سلام همراهان خوب اپ کاربودی، من محمد یزدانی یه هکر نابغه ام که اومدم به روش هک کردن واتساپ، تلگرام، اینستاگرام یا هر اپلیکیشن دیگه ای از هر کسی، دوست دخترت، دوست پسرت، همسرت، رفیقت و هر کس دیگه ای رو بهت یاد ندم. من که هکر نیستم، نوکرتم. اتفاقا اومدم اینجا بهت بگم که چیکار کنی که هک نشی و قبلا هم راجع به این موضوع صحبت کردم خیلی زیاد، اما امروز میخوام به صورت اختصاصی راجع به اینستاگرام، تلگرام و واتساپ، این سه تا شبکه اجتماعی و پیام رسان پرکاربرد و پرکاربر صحبت بکنم. امیدوارم که درست گفته باشم و سطوح امنیتیشون رو بررسی بکنیم، ببینیم که چیکار میتونیم بکنیم که هک نشیم تو این سه تا اپلیکیشن که خیلی واقعا درگیر کرده ما رو. و اگه این سه تا رو از ما بگیرن، یعنی این سه تا اگه نبود، فکر میکنم تو طول شبانه روز شاید نیم ساعت گوشی دستمون بود نهایتا. قبول کنید دیگه. نکته اولی که وجود داره اینه که هر سه تا این اپلیکیشن ها یه بخشی رو دارن توی تنظیمات امنیتیشون به اسم پسورد دو مرحله ای، که توی اینستاگرام اسمش تو فاکتور اتنتیکیشنه، تو اون یکی که نه، تو اون دوتا واتساپ و تلگرام اسمش تو استپ وریفیکیشنه. میخوایم اینو بررسی بکنیم. این قسمتیه که اگر شما فعالش بکنید احتمال هک شدن و احتمال سوء استفاده از اطلاعات شما خیلی کم میشه و خیلی سخت میشه هک شدنتون. بریم بررسی بکنیم، بهتون یاد بدم که چطوری رمز دو مرحله‌ای یا پسورد دو مرحله‌ای رو تو این سه تا اپلیکیشن فعال کنید. شما وقتی که وارد واتساپ میشید، توی ستینگش اینجا تو بخش اکانت یه گزینه هست که نوشته تو استپ وریفیکیشن. اینو که بزنید میتونید پسورد دو مرحله‌ای واتساپ رو فعال بکنید. من الان چون فعالش کردم، اگر واردش بشم دیسیبل داره، چنج پین داره و چنج ایمیل ادرس. روند کارم اینجوریه که شما اول یه کد 6 رقمی انتخاب میکنید خودتون به انتخاب خودتون و بعد تاییدش میکنید، یعنی یه بار دیگه واردش میکنید و بعدم یه ایمیل بهش میدید، یه ایمیل پشتیبان که بتونه پسورد دو مرحله ای رو به اون ایمیل ارسال بکنه. همین اتفاق هم دقیقاً توی تلگرام میفته. فقط مسیرش رو بهتون بگم. وقتی وارد تلگرامتون میشید، توی تنظیمات توی بخش پرایوسی اند سکیوریتی اینجا یه گزینه هست که نوشته تو استپ وریفیکیشن. اینو که بزنید بازم میتونید پسورد دو مرحله ای رو فعال بکنید. من اینجا فعالش نکردم توی این اکانتم و اینجا میبینید که نوشته set additional password، که اگر من اینو بزنم اینجا یه کد از من میخواد، یعنی یه پسورد خودم باید وارد بکنم، بعدم تاییدش بکنم و بعد شماره رو وارد بکنم که به اون شماره SMS بشه هر موقع که نیاز بود از طریق اون شماره پسورد دو مرحله ای تلگرام رو وارد بکنم. اما بریم توی اینستاگرام. توی اینستاگرامتون وقتی که وارد سeting بشید، توی قسمت security اینجا نوشته که تو فاکتور اتنتیکیشن، اینجا رو ببینید. وقتی این گزینه رو بزنید شما از دو طریق میتونید پسورد دو مرحله‌ای رو فعال بکنید. یه استارتت رو من میزنم، یکی از طریق اپلیکیشن هست، یکی هم از طریق تکست مسیج، که من توصیه میکنم از طریق تکست مسیج فعالش بکنید و در ادامه بهتون میگم چرا. و اینو روشن میکنید و میرید جلو، یه کد بهتون میده، یعنی به همون شماره موبایلتون در واقع اس ام اس میشه که اینجا باید واردش بکنید و پسورد دو مرحله‌ای روی شماره موبایلتون فعال میشه. در نهایت هم 5 تا یا 6 تا فکر میکنم کد 8 رقمی بهتون میده که اونا رو باید نگه دارید، که اگر یه روزی یه جایی به اس ام اس یا اون اپلیکیشن دسترسی نداشتید، از طریق اون کدهای ریکاوری بتونید وارد اکانتتون بشید. خب این از مبحث پسورد دو مرحله‌ای که بهتون گفتم چطوری فعال میشه تو این سه تا اپلیکیشن. فقط یه نکته رو راجع به پسورد دو مرحله‌ای تو اینستاگرام بهتون بگم، که همونطور که دیدید و بهتون گفتم دو تا روش وجود داره، یکی از طریق اپلیکیشن، یکی از طریق شماره موبایل، که خب خیلی‌ها توصیه می‌کنن از طریق اپلیکیشن فعال بکنیم این رمز دو مرحله‌ای رو، ولی خب من توصیه نمی‌کنم. چرا؟ چون چند تا گزارش داشتم خودم توی دایرکت ها که گفتن من از طریق اپلیکیشن پسورد دو مرحله اینستاگرام رو فعال کردم، ولی خب مثلا گوشیمو عوض کردم و توی گوشی دومی نتونستم اون اپلیکیشن رو بیارم بالا و پیجم دیگه پریده، دیگه نتونستم بهش دسترسی پیدا بکنم، یا اینکه پیجم اصلا پریده به هر دلیلی و به خاطر اینکه از طریق اپلیکیشن فعال کرده بودم دیگه نتونستم بهش دسترسی پیدا بکنم و اپلیکیشن مشکل داره. به خاطر همین توصیه میکنم از طریق همون شماره موبایل پسورد دو مرحله اینستاگرام رو فعال بکنید تا امنیت پیجتون به بالاترین حد خودش برسه. اما یه نکته دیگه که میخوام بهتون بگم اینه که توی واتساپ اگر یه نفر دیگه از بیرون، از هر دستگاه دیگه ای به واتساپ شما دسترسی پیدا بکنه، حالا به هر روشی، گوشی شما، یعنی واتساپ شما از توی گوشی شما لاگ اوت میشه و دیگه شما به واتساپ خودتون دسترسی ندارید. و این یه نشونه واضح و بزرگه از اینکه اگر یه موقع وارد گوشیتون شدید و وارد واتساپ شدید، دیدی که نمیتونید پیام رو ببینید، به واتساپ خودتون، به اکانت خودتون دسترسی ندارید، مطمئن باشید که هک شده و یه نفر دیگه از بیرون وارد واتساپ شما شده. و کلا تو این واتساپ این قابلیت وجود نداره که چند نفر یا با چند تا دستگاه بتونید وارد واتساپتون بشید، ولی توی اینستاگرام و تلگرام این قابلیت وجود داره، که البته راه جلوگیریش هم بهتون میگم.
شما توی تلگرام اگر چند تا دستگاه وارد یه اکانت بشید، مثلا من خودم یه اکانت کاری دارم که با 3 یا 4 تا دستگاه توی همون اکانت لاگین شدم. خب توی تنظیماتش یه بخشی هست به اسم Active Sessions یا Devices که توی آپدیت جدیدش فکر کنم به اسم Devices هست. اونجا میتونید برید ببینید که چه دستگاهایی که حتی اسم دستگاه و اسم مدل هم اونجا مینویسه که مثلا فلان گوشی با فلان مدل وارد اکانت شما شده و به اکانت شما دسترسی داره. و خب همونجا هم میتونید Terminate All Sessions رو بزنید. فکر کنم همین گزینه‌ش، یه گزینه قرمز زنگه که اونو بزنید و تمام دستگاه‌هایی که توی اکانت شما لاگین هستن میان بیرون. و این یه راهیه که تلگرام گذاشته بتونید راحت بفهمید که کیا توی اکانتتون هستن. اما قبل از اون قضیه پسورد دو مرحله‌ای که گفتم روی تلگرامتون فعال بکنید، یعنی اگر اون فعال هم نباشه هر کس بخواد وارد اکانتتون بشه یه کد برای شما ارسال میشه، یا روی شماره موبایلتون اس ام اس میشه یا توی اکانت فعال تلگرامتون اون کد میاد که اون طرف مقابل که میخواد وارد اکانت شما بشه باید اون کد داشته باشه و بزنه، که اگر نتونه بزنه نمیتونه وارد اکانت شما بشه. اما خب اگر پسورد دو مرحله‌ای هم فعال بکنید دیگه تقریبا میتونم بگم جایی هیچ نگرانی نیست، مگر در یه حالت که اونم بهتون میگم در ادامه ویدیو. اما بریم سراغ اینستاگرام و ببینیم که اونجا چطوری میتونیم بفهمیم که چه کسایی توی اکانت ما لاگین هستن. توی تنظیمات اینستاگرام در بخش سکیوریتی یه گزینه هست به اسم لاگین اکتیویتی که اگر وارد اون گزینه بشید میتونید ببینید که چه کسانی وارد اکانت شما شدن و لاگین هستن توی اکانت شما یا سابقه لاگین شدن رو دارن. اونجا هم مدل دستگاه مشخصه، مثلا سامسونگ مدل فلان، و هم لوکیشن یعنی موقعیت مکانی اون دستگاه هم می‌نویسه که از کجا وارد اکانت شما شدن. البته توی این بخش اینستاگرام می‌ذاره ممکنه اطلاعات غلط به شما بده و خیلی نمیشه روش حساب کرد، اونم به خاطر استفاده از وی پی ان ها هست که خب آی پی شما رو تغییر میده و اینستاگرام قاطی میکنه دیگه، متوجه نمیشه که از کجای این دنیا دارید وارد اینستاگرام میشید. فقط یه گزینه هست که نوشته اکتیو ناو که سبز رنگ هم هست، می‌نویسه اکتیو ناو، اون یکی باید دستگاه شما رو بنویسه. حتی همین گزینه سبز رنگ هم پیش اومده که موقعیت مکانیش درست نیست، یعنی لوکیشنش رو درست نزده ولی خب مدل دستگاه درسته. این نشون میده که وی پی ان ها کارشون رو خوب دارن انجام میدن دیگه، چیکار کنیم دیگه، بالاخره فیلتره دیگه، فیلتر میکنن بعد وزیرشون میاد اخبار وزارتش رو توییت میکنه یا مثلا پربیننده ترین شبکه‌های تلویزیون تو تلگرام کانال دارن. به کی بل بگه اینا رو آدم. خلاصه که خیلی نمیشه به اون بخش از اینستاگراممون به قسمت لاگین اکتیویتی اعتماد کرد و اعتباری به اون اطلاعات نیست، ولی خب همون پسورد دو مرحله اینستاگرام رو فعال بکنید، حالشو ببرید، کسی هم نمیتونه وارد اینستاگرام شما بشه. اما یه نکته وجود داره، اونم همون نکته‌ای که گفتم میخوام بهش اشاره بکنم که خوب دقت بکنید اینجا رو. ما یه بحثی داریم توی بحث امنیت و امنیت اطلاعات خصوصا به اسم مهندسی اجتماعی. این یعنی چی؟ یعنی که خودتون ندانسته و از روی سهل‌انگاری میان یه سری اطلاعات رو در اختیار دیگران قرار میدید که اون دیگران یا خودشون هکرن یا هکرها میان از اون اطلاعات شما رو میگیرن. مثلا شما گوشیتون روی اداره رفتید، گذاشتید همجور روی میز و میرید توی فاصله یه آبی بخورید، نهاری بخورید، یه کاری انجام بدید، برگردید. خب توی این فاصله گوشیتون اینجاست، هرچند که رمز داره الان همه گوشی‌ها، ولی ممکنه مثلا یه نفر رمز گوشی شما رو دیده باشه که زدید قبلاً و الان میتونه راحت گوشی شما رو باز کنه. تو 30 ثانیه به کلی اطلاعات میتونه دسترسی پیدا بکنه. کافیه فقط به آدرس ایمیل شما دسترسی پیدا بکنه. دیگه تمامه. یا مثلا همون ایمیلی که به عنوان ایمیل امنیتی روی اینستاگرام ثبت کردی، همونو به عنوان راه ارتباطی با دیگران برای دریافت انتقال فایل بین اونم میدی، نابغه، بعد انتظار داری هکم نشی؟ خب عزیز من، هک کردن ایمیل که خیلی راحته. طرف یه فورگات پسورد میزنه، گوگل هم نهایتاً یه ایمیل پشتیبان یا یه شماره موبایل ازش بخواد برای احراز هویت، که اینم خیلی راحته. گوگل یه کد میفرسته، این کد رو وارد میکنه، بعد به ایمیل شما دسترسی پیدا میکنه و این یعنی به زندگی شما کلا دسترسی پیدا کرده و تمام این داستانایی که من گفتم و پسورد دو مرحله‌ای و امنیت و این چیزا میره زیر سوال. پس مواظب خودتون باشید، مواظب رفتارهایی که میکنید باشید، گوشیتون رو دست هر کسی ندید، هر جایی نذارید، ایمیلی که دارید، من خودم یه ایمیل دارم که آدرسش رو هیچ کس نمیدونه اصلا و این ایمیل امنیتی منه که پسورد دو مرحله ایمیل هم فعال. آها، پسورد دو مرحله ایمیل امنیتیتون هم فعال کنید. چجوری؟ توی امنیت اطلاعات، توی هایلایت امنیت اطلاعات بهتون گفتم برید بالای پیج هایلایت امنیت اطلاعات رو باز بکنید و اونجا بهتون گفتم که چطوری بتونید پسورد دو مرحله واسه جیمیلتون فعال بکنید، نه این واتساپ و تلگرام که گفتم، واسه جیمیلتون. این کار حتما انجام بدید. و داشتم میگفتم من اون ایمیل رو روی این اپلیکیشن ها ست کردم، پسورد دو مرحله ایش هم فعاله و حتی کسی آدرس اون ایمیل رو نمیدونه، چه برسه به شماره پشتیبان و ایمیل پشتیبان و پسورد دو مرحله ایش و اینا. بنابراین به فکر امنیت خودتون باشید، حتما از این نکاتی که گفتم
استفاده ببرید، اجراشون بکنید. هایلایت امنیت اطلاعات رو ببینید، کلی نکات امنیتی اونجا گفتم، از جمله همین روش فعال کردن پسورد دو مرحله جیمیل، و یه ویدیو هم راجع به امنیت اینستاگرام گذاشتم خیلی قبل‌تر، حدود یه سال پیش، که اونم باز تو همون هایلایت هست، و این ویدیو رو هم برای رفیقاتون ارسال بکنید. دم شما گرم. خیلی سوال میشد راجع به این هک شدن واتساپ و تلگرام و اینا، که این نیاز رو دیدم بیام براش یه ویدیو بسازم و شما هم توی انتشارش به من کمک بکنید، توی استوریاتون به اشتراک بذارید که همه ببینن. و اینکه اگر دارید توی یوتیوب ویدیو منو می‌بینید، پایین سمت راست ویدیو سابسکرایب رو بزنید، عضو کانال ما بشید، یه کامنت هم زیر همین ویدیو بذارید، بد نیست نظرتون رو بگید که یوتیوب شما رو بشناسه. دم شما گرم، ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودید، منتظر لایک و کامنتاتون هستم. مرسی از توجهتون.